چی ببینمتون انشالله. در حال ممنون ازتون، ما خیلی رفیق پیدا کردیم، خیلی خیلی رفیق پیدا کردیم. آقا زنگنم $100 دادم، وای فوق العاده است. خب از ما یه دفعه از دیشب تا الان تقریبا $3,200 دیشب تا الان جمع کردیم. $3,200 متشکرم. بله ولی که خلاصه این رقمه رو باید به صفر برسونیم دیگه. صفر که رسونیم دیگه وقت خیالم راحته، تخت تا آخر ما دیگه در مورد پول صحبت نمی کنیم، با هیچ کی در مورد پول صحبت نمی کنیم. هر کی اومد چک می‌نویسیم بهش میدیم، چون میدیم پول داریم تا آخر ما. ما الان که باهاتون صحبت کنیم لازمه زره $800 تا آخر ما احتیاج داریم. حالا ببینید که این تلویزیون و این آدمی که اینجا نشسته $11,800 پول میخواد و میشینه با شما صحبت کنم یا کمک کنید، ما میخوام بریم به جنگ جمهوری اسلامی. بعد میگید که آقا این چجوری میشه، این گیری $11,800 میخواد با جنگ جمهوری اسلامی بره، جنگ فیل با پشه است. دقیقا همینه، جنگ فیل با پشه است. شنیدید در فارسی فیلت راه میره، نه پشه میتونه آزارش بده، نه شاخ و درخت جنگل میتونه اذیتش کنه، مگر اینکه با حادثه بزرگی روبرو بشه. این ضرب المثل که میگن فیل با پشه، جنگ فیل با پشه، این الهام ذهنی منه در این مبارزه. میگم ما، نمیگم من یا تو نرها، منی وجود نداره، ما پشه ها این فیل میزنیم زمین. ما این زنبور ها هستیم، کوچولو هستیم، یه دونه ما فیل بزنه چیش نمیشه، صد تا زنبور هم بشینه رو فیل بهش بزنه چی نمیشه. ولی اگر ما 70 میلیون پشه بشیم، 70 میلیون مگس بشیم، بریم تو دهن فیله، تو خرطوم فیله، تو دهن فیله، فیله خفه شده، 70 میلیون مگس یا زنبور برن تو خرطوم یا تو دهن فیل، غیر ممکن هیچ فیلی در دنیا پیدا بشه که بتونه نجات پیدا کنه. نه 70 میلیون، 10 میلیون. 10 میلیون زنبور در هر اتاقی که نشستید مجسم بکنید، 10 برابر اون اتاقی که نشستی زنبور میشه. پس احتیاج نیست به 10 میلیون، به 1 میلیون چطور؟ احتیاج نیست، به 100,000 تا. آره، یک فیل رو 100,000 تا زنبور میتونن از بین ببرندش. ما 100,000 زنبور از جام گذشته میخواییم که بریم تو دهن فیله، بعضی همون فیل میبلعه ولی اکثرمون اونجا زنده بمونیم، ولی فیله خفه میشه. ما 100,000 تا پشه یا زنبور میخوایم که دور فیل جمهوری اسلامی بچرخه. بنابراین قصه نکنی یا به من نگید آقا تو 11,600 گیری، بودجه اون مملکت 283 میلیارد دلاره، تو چجوری میتونه باینه بچرخوی بجنگی؟ میگم نه 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 آینو، من کاملا میدونم من پشم، ولی میرم تو گره فیله با رفیقای دیگه هم، با 100,000 زنبور دیگه یا 100,000 پشه دیگه، میرم با فیله میجنگم و جنگ فیل با پشه این بار برندش پشه خواهد بود، همونی که خدمتتون عرض کردم، اتحاد. بنابراین این دو تا داستان مختلفه. این من آزار نمیده که 11,680 دلار پول ندارم، این ربطی به من نداره، این ربطی به اراده من و شما نداره. این پول یه چیزی به نظر میدونم ناچیزه، ولی که این پول باز از طریق مبارزات به دست بیاد، این پول باز از راه درست به وجود بیاد. شما فکر میکنید مثلا خیلی مهمه، خیلی امکان، مثلا خیلی سخته مثلا فکر کنید که من امشب یه فیلمی از آقای رفسنجانی بذارم 10 دقیقه 5 دقیقه و مثلا 50,000 دلار نگیرم؟ مثلا آب خوردنه.
مثلا آب. پس برای پوله برای من مهم نیست، پول مبارزه برای من قشنگه. من اگه بتونم اینو صفرش کنم، من اولین قدم پیروزی رو برداشتم از نظر ذهنی، چون حسابم درسته، حسابم درسته. شده مثلا به شما بگم آقا بیا ما به تو 500 هزار دلار میدیم، آقا تو اصلا تلویزیون چه درسته داری خوره، برو بیزینس کن. نمیدونم چقدر باور میکنی که از این 500 هزار تا چندی با همین لحن به من گفته شده که آقا ما خود سرمایه گذاری تو آمریکا میخوام سرمایه گذاری کنیم. ما که نیستیم، ما 1,000,000 دلار بر تو میفرستیم، بیا برو تو بیزینس کن، اگه سودی کردی بر سرمایه ما از بین رفت بذار بره، برو دنبال این کار، تلویزیون ولش کن. به زبان زبان بی زبان 1,000,000 دلار بدیم تو تلویزیون ول کن. فکر کنی نشده چند دفعه از این اتفاق افتاده. بنابراین اون پول پول کثیفه، اون پول پول آلوده به خون ملت ایرانه. من میدونم درست در جامعه رفاقت و صمیمیت میان، مثلا یه دوستی از دبی زنگ میزنه، من میفهمم کجا این حرف میزنه، ولی اینکه این پول مهمه، این پول 11,680 دلار برای من مهمه که بتونم حس کنم که آقا ما داریم با کل جامعه داریم تماس میگیریم، جامعه رو داریم درگیرش میکنیم، جامعه رو داریم، مردم رو داریم عادت میدیم که کار گروهی بکنیم با هم دیگه، و از این کار گروهی یه چیزی در میاد. بنابراین اراده ما در مقابل این پولا هیچی نیست. این پولا، این پولای کوچیک نشونه ارزش ماست، ارزش همه ما، که مبارزمون تمیز پاکه و راه رستگاریمون درست انتخاب شده. جمهوری اسلامی از ما میترسه، جمهوری اسلامی باور بفرمایید هر چی به شما بگم که این حکومت روز به روز داره متزلزل میشه، نهایت نداره. ما فقط باید آماده باشیم، این حکومت خودش داره خودشو نابود میکنه، خودش داره خودش میخوره. من هر روز در تو امروز امشب براتون 10 تا شاهد از صحبت‌های همین امروز مقامات جمهوری اسلامی میارم، مقامات کلیدی جمهوری اسلامی میارم که اینا دارن خودشون میسابن، دارن ساییده میشن، دارن نابود میشن. ولی ما کجاییم؟ ما آماده هستیم؟ ما تو صحنه هستیم و باید میخوان بدزدن انقلاب رو. باور بکنید که انقلاب داره اتفاق میفته، ما خوابیم. آقا به کجا رسیده؟ میگه خاتمی خائنه. میگن خاتمی خائنه، خائن به انقلابه، خائن به خمینیه، میگن خائن جمهوریشون، میگن خائن. آقا نه اینکه من بگم، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری است، بزرگترین مقام نظامی مملکت ما، میگه رئیس جمهوری سابق خائنه. آقا اینا دارن نابود میکنن هم دیگه رو. ما کجاییم؟ هستیم؟ هوشیار باشیم، آماده باشیم. قولی که من به شما دادم، تعهدی که از نظر تجربی به شما دادم، که من تجربه دارم، این حکومت در حال رفتنه. یک سال پیش به شما گفتم که خاتمی ولی فقیه میشه، و امروز نگاه به فرمانده سپاه پاسداران میگی خاتمی خائنه. خاتمی گفته که من ولایت فقیه رو پاکش میکنم. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران این حرفه داره میزنه. پس حرفی که من یه سال پیش به شما زدم که خاتمی پلان داره، برنامه داره که ولی فقیه بندازه و خودش ولی فقیه میشه، الان داریم از زبان فرماندهی کل سپاه پاسداران ایران داریم میشنویم. پس اگر اونو هم درست دارم میگم، بعد یک سال نیم از زمان فرمانده سپاه پاسداران شما دارید میشنوید امروز، پس بنابراین دید من در مورد این که این حکومت میفته و ولی فقیه بعدش هم خود خاتمی که من یک سال نیم، بیش از یک سال نیم پیش گفتم، پس آماده باشید برای اینکه جایگزین این حکومت رو پیدا کنیم. خیلی ساده است، راه خیلی هموار شده، جاده داره خیلی صاف میشه، فقط به هوش باشیم و آماده برای گرفتن زمام امور این انقلاب. و الا دست دادید و الا بردن این انقلاب را، شما یک صدا میخواید، یک تصویر میخواید. هر جمعیت انقلابی، هر سپاه انقلابی امروز احتیاج به یک صدا و تصویر داره، و این